چرا علی ابن ابی طالب نام فرزندانش را ابوبکر، عمر و عثمان گذاشت؟ سلام دوستان، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. تاریخ اسلام پر از ناگفته ها و مطالب پنهانیه که بازخوانی اونها برای هر شنونده‌ای جذاب و شنیدنیه. یکی از مباحثی که از دیرباز تا کنون در اسلام سبب اختلاف شیعه و سنی بوده، ماجرای رابطه علی ابن ابی طالب با خلفای سگان است. شیعیان معتقد به دشمنی و اهل سنت عقیده به دوستی میان علی و سه خلیفه اول اسلام دارند. ما در این ویدیو قرار به صورت کاملا بی‌طرفانه به سراغ سه فرزند علی ابن ابی طالب، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان بریم که هم نام سه خلیفه اول اسلام بودند و دلیل نامگذاری اونها به این نامها رو با استفاده از متون تاریخی به دست بیاریم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. با بررسی منابع و گزارش‌های تاریخی متوجه میشیم که علی ابن ابی طالب نام سه فرزند خود رو عمر، ابوبکر و عثمان گذاشته. در رابطه با این نامگذاری اهل سنت حکم به حسن روابط علی و خلفا دادند و لذا ایرادی به شیعیان گرفتند که چطور ممکنه کسی نام فرزندانش رو هم نام قاتل همسرش بذاره. پس در نتیجه ماجرای قتل فاطمه زهرا هم یک افسانه است. در نقطه مقابل شیعیان این نامگذاری ها رو قبول دارن، اما اونها رو به معنای محبت بین علی و خلفا نمیدونند و این سخن اهل سنت رو رد میکنند. اما واقعیت ماجرا چیه؟ آیا این نامگذاری ها به خاطر محبت قلبی علی نسبت به خلفا بوده؟ ما در این ویدیو به صورت مفصل و با تکیه بر متون تاریخی این ماجرا رو مورد بررسی قرار میدیم و قضاوت رو بر عهده شما مخاطبان عزیز و فهیم میذاریم. ابتدا به سراغ ابوبکر ابن علی میریم. ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب یکی از فرزندگان علی و از کشته شدگان در نبرد کربلا بود. نام مادرش هم لیلی بنت مسعود ابن خالد تمیمی گزارش شده. برخی نام وی رو عبدالله ذکر کردند و عده‌ای هم اون رو عبیدالله و یا محمد اصغر دونستند. بر اساس منابعی که وی رو از شمار کشته شدگان کربلا به حساب میارند، بیان میکنند که ابوبکر ابن علی توسط مردی از قبیله همدان کشته شد. برخی دیگه مثل ابن شهر آشوب هم قاتل وی رو زجر ابن بدر میدونه. البته برخی دیگه هم در کشته شدن وی در کربلا تردید کردند. در کتاب بهارالانوار هم زیارتنامه‌ای برای حسین ابن علی ذکر شده که در بخشی از اون به نام ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب اشاره شده. اما بریم به سراغ دلیل این نامگذاری. اولا ابوبکر نام نیست، بلکه کنیه فرزند علی بوده و انتخاب کنیه برای افراد در انحصار پدر نیست، بلکه خود شخص با توجه به وقایعی که در زندگیش اتفاق میفته کنیه‌اش رو انتخاب میکنه و همونطور که بیان کردیم طبق مشهورترین گزارش ها نام این فرزند علی عبدالله بوده. ثانیاً نمیشه این نامگذاری رو به خاطر علاقه به خلیفه اول دونست، چرا که اگر قرار بود که علی ابن ابی طالب نام فرزندش رو ابوبکر بذاره باید از نام اصلی خلیفه اول استفاده میکرد که طبق معروفترین گزارش ها عبدالکعبه یا عبدالعتیق بوده، نه از کنیه وی. درباره ابوبکر ابن علی ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل و طالبین می نویسه عبدالله ابن علی با کنیه ابوبکر 25 ساله بود که در کربلا کشته شد. نکته جالب اینجاست که اگر سن این فرزند رو 25 سال بدونیم، بنابر این سال ولادت وی در اوائل دوران خلافت علی بوده که بنابر گزارش منابع شیعی وی در اون دوره تندترین انتقادها رو از خلفای پیشین داشته.
اما عمر ابن علی. ابوالقاسم عمر ابن علی ابن ابی طالب از فرزندان علی و مادرش صحبای تقلبی بوده. عمر ابن علی از راویان شیعه و اهل سنت و درباره مرگ وی اختلاف نظر وجود داره. برخی مانند ابن شهر آشوب وی رو مقتول در کربلا میدونند، اما منابع دیگه به زنده بودن وی پس از کربلا اشاره کردند. بنا به نوشته برخی مورخان هم علی ابن ابی طالب دو پسر به نامهای عمر داشته، یکی عمر الاکبر که مادرش ام حبیبه بود و در کربلا نبود و دیگری عمر اصغر که پس از برادرش ابوبکر در روز عاشورا کشته شد. نکته جالب اینه که درباره این فرزند ما شواهدی در دست داریم که نشون دهنده اینه که به خاطر رابطه دوستانه بین علی و عمر نام این فرزند عمر گذاشته شد. حتی برخی منابع به ما میگن که گویا خود خلیفه دوم این نام رو برای نوزاد انتخاب کرد. برای نمونه بلازوری در انصاب الاشراف گزارش میکنه عمر ابن خطاب فرزند علی را به نام خودش عمر نامگذاری کرد و به وی غلامی بخشید، و یا ذهبی در سیر و اعلام نبلا مینویسه در زمان عمر علی صاحب فرزندی شد و عمر ابن خطاب نام خودش را برای این نوزاد انتخاب کرد. البته در اینکه عمر ابن خطاب ابتدا نام این پسر رو عمر گذاشت یا قبلا نامش چیز دیگه‌ای بود و خلیفه اون رو به عمر تغییر داد اختلاف نظر وجود داره، چرا که اونطور که من در تحقیقاتم بهش رسیدم گویا خلیفه دوم عادت داشت اسامی برخی نوزادان رو تغییر بده. برای نمونه به گزارش ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه، برای حارس ابن عبدالرحمن نوزادی متولد شده بود که نامش رو ابراهیم گذاشت، اما عمر نام وی رو به عبدالرحمن تغییر داد. و یا ثعلبه فرزند سعد ابن معلا که خلیفه دوم نامش رو به معلا تغییر داد. در این رابطه اهل سنت معتقدند این که علی ابن ابی طالب اجازه داد خلیفه دوم برای فرزندش اسم تعیین کنه نشانه احترام و علاقه علی به عمره، اما برخی شیعیان معتقدند این اتفاق در صورت قبول هم از سوی جبر بوده و علی چاره ای جز قبول نداشته. و اما نام عثمان. عثمان ابن علی ابن ابی طالب در سال 39 هجری متولد شد و در سال 61 هجری از کشته شدگان در جریان کربلا بود که در این حادثه به قتل رسید. وی فرزند مشترک علی ابن ابی طالب و ام البنین و از برادران عباس ابن علی بود. بنابر برخی گزارش ها عثمان در هنگام کشته شدن 21 ساله بود و فرزندی هم نداشت. مدفن وی هم امروزه در مقبره جمعی از کشته شدگان کربلا در حرم حسین ابن علیه. درباره دلیل نامگذاری فرزند علی ابن ابی طالب به نام عثمان، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین صراحتاً دلیل این نامگذاری رو برای ما بازگو میکنه. علی ابن ابی طالب در این باره بیان کرده بود که این فرزندم را به نام برادرم عثمان ابن مزعون عثمان نامیدم. عثمان ابن مزعون یکی از صحابه محمد پیامبر اسلام بود که بنابر برخی گزارش ها محمد بین او و علی عقد اخوت جاری کرد و علی هم به خاطر همین علاقه به وی نام این فرزندش رو عثمان گذاشت. نظر شما چیه دوستان؟ آیا این نامگذاری ها به معنای علاقه علی ابن ابی طالب به ابوبکر، عمر و عثمان، یا نمیشه این کار رو دال بر علاقه دونست؟ دیدگاهاتون در این رابطه رو حتما برام کامنت کنید. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این پادکست خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه علاقه داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.